خامنه درست میگوید خلق ما و مقاومت ما با مجاهدان پیشتاز و جوانان و کانونهای شورشگرش آنچه را بتوانند برای سرنگونی این رژیم و دستیابی به آزادی و حاکمیت جمهور مردم انجام می دهند. با این تفاوت که مزد و مزدوری که منطق ارتجا و قارتگری است و میخواهد بر روی ما فرافکنی کند وصله ناچسب است و کسی باور نمی کند لجن پراکنی فروخورده علیه آلبانی یک سال پس از اخراج سفیر رژیم نیز یادآور خوابهای پنبدانه خامنه ای و هم ریشان و هم ریشگان است که گویا مجاهدین که از عراق بروند به سرعت در خارجه و در دنیای بورژوازی مزمهل و بیخطر می شوند و به قول کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی رژیم صورت مسئله که تشکیلات آنها باشد در وادی جنسیت و فردیت خودپرستانه غرق می شود. بیچار پرستان و مرتجعین که مریم رهایی و انقلاب او را نخوانده بودند. یازده سال پیش در اسفند 1387 خامنه ای برای پاک کردن صورت مسئله در دیدار با طالبانی در مقام رئیس جمهور عراق باز هم به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان عملی شدن توافقهای دو جانبه با حکومت دست نشانده عراق علیه مقاومت ایران شد کامنه ای پرده ها را کنار زد و در دیدار با رئیس جمهور عراق به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان عملی شدن توافق ها شد انگار که عراق تویول و ملک تلق ولایت ارتجاع است به صورت جدی عملی شدن توافق دو جانبه در خصوص اخراج مجاهدین را بستانکاری می کند و به حکم حکومتی رژیم آخوندی مقرر می کند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم زیرا مجاهدین به گفته بزرگ امامداران ولایت مایه شر و فساد هستند به خصوص که اتحادیه اروپا هم آنها را از لیست گروه های تروریستی خارج کرده است اما در همین حال میگوید که دولت های اروپا حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیستند به فرموده ولی فقیه ارتجا نظامیان اشغالگر هم باید هرچه زودتر از اراق خارج شوند زیرا هر یک روزی که خروج آنها به تأخیر بیفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود تفلک فرتوت فراموش کرده است که منقل خودش و رژیمش از همین آتش اشغال عراق گرم شد ایشان حضور نظامیان آمریکایی و انگلیسی و کارشناسان و نیروهای امنیتی آنها را در عراق به ضرر این کشور دانستند و تاکید کردند نظامیان اشغالگر باید هر چه زودتر از عراق خارج شوند زیرا هر یک روزی که خروج آنها به تأخیر بیفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود ایشان خطاب به رئیس جمهور عراق خاطر نشان کردند انتظار این است که جناب عالی و جناب آقای مالکی نخست وزیر عراق به صورت جدی عملی شدن توافقها و تفاهم های دو جانبه را پیگیری نمایید رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تاکید کردند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم حضرت آیت الله خامنه ای منافقین را مایه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج کردن آنها از لیست گروه های تروریستی افزودند این تصمیم اتحادیه اروپا نشان داد که تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب یک مسئله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد ایشان خاطر نشان کردند آروپایی ها با وجود این تصمیم از طرف دیگر حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند.